سلام، امروز میخوام در مورد ماشینی صحبت کنم که بی مصرف ترین رکاب تاریخ رو داره. ماشینی رو صحبت کنیم که نتیجه تحقیق و توسعه خودروهای چینیه. اساره ماشین ها روی شاسیه که چینی ها گسترشش دادن. موتوری داره که موتور فوق العاده با ترکیب گیربکسی شده که قبلا فوشش میدادیم و الان ماشینی رو داریم که از نظر ما قابل احترام و پسوند لفظ چینیه. یه مقدار این وسط ما رو بخصوص منی که شکاکم نسبت به ماشینای چینی ها زیر سوال میبره. بیشتر میخواییم در مورد تیگو 7 پرو صحبت کنیم، مزایا و معایبشو بگیم. ما فنی کاریم، پس با بحثای فنی با ما همراه باشید. صندوق عقب برقی به درد من نمیخوره. ما بیشتر روی آپشن های دیگه کار میکنیم که میتونه یه ماشین رو اسکلت و استخون بندیشو برای ما تشکیل بده. اول از همه فرم جدید طراحی‌های جلو پنجره نشون میده که این ماشین از سیستم پروه و بعد از این با ورود پرومکس های دو دیفرنسیال واقعا جا رو برای رقیباش تنگ میکنه، مخصوصا اینکه دیدیم توی نمایشگاه شانگهای چه بندری میزد روی این موانعی که قرار بود عبور کنه و ما رو به چالش میکشید. پرومکس رو بررسی کردیم و به زودی فیلمشو میذاریم. پرومکس فوق‌العاده است و میتونه واقعا شما رو به چالش بکشه. فرمی که داره یک کراس‌اوور مناسب شهری با سایز مناسبیه که میتونه مقدار نیازی که از فضا دارید رو برطرف کنه و استفادهش بتونید بکنید. فرم چراغ‌ها یه پرومکس کوچولوتره. شاسی TX1ه که توی MVM X55 پرو هم قبلا دیده بودیم. X55 معمولی با گیربکس DCT فاجعه‌ای بیش نبود و X55 پرو همین فنی و همین گیربکس و موتور رو داره که الان میخوام بیشتر در موردش صحبت کنم. اما فرق این دوتا ماشین توی قیافه‌شون فقط نیست و یه فرق خیلی مهم دارن. بیشترین جایی که یه هندلینگ توی ماشین میتونه تأثیر داشته باشه این قسمت ماشین، یعنی قسمت پشتی، که توی ماشینهای داخلی هم همیشه این قسمت ما مشکل داشتیم، مثل 206 ها که از مندل استفاده میکنن، یا توی ماشینهای ژاپنی دیدیم به خوبی این قسمت مهار شده و حتی ماشینهای قدیمی مثل مازده تیری که همه به خاطر هندلینگش میشناسن. توی این ماشین و تیگو 8 پرو و پرو مکس عقب به صورت مولتی لینک، توی ریسپک پرایم هم همینطور عقب به صورت مولتی لینک، یه بازوهایی داره از زیر که از پشت نور بندازید قشنگ مشخص میشه. به خاطر همین این ماشین عملکرد و هندلینگ بهتری داره. وقتی میخواید باهاش تو مسیر مستقیم شتاب گیری کنید کوبش کمتری داره قسمت عقب و فکر نمی کنید یه قسمت اضافه دارید روی ماشین میکشید. اما یه مشکلی داره، تعمیرات این سیستم پیچیده و پرهزینه است. البته که مثل هر چیز دیگه ای باید تعمیرکاراش هم دیولوپ بشن و برن جلو، مثل همین ماشینی که چینی ها تو دیولوپ موتورش واقعا موفق بودن و تو دیولوپ گیربکسش هم همینطور. حالا بگید دیولوپ، بگید فیلان، بگید بیسار، منظور گسترش و تقویت و بهبود و هر آنچه که لازمه. توی طراحی داخلی صندلی‌های می‌بینیم که زود کیفیت خودش رو از لبش از دست میدن، هرچند از صندلی‌های غیر برقی تارا میتونن بهتر باشن. غیر برقی تارا دو جهت برقی به یک جهت اصلی دستیه. مورد بعدی که داره کیفیت چرمش به نظر خوب میرسه، اما به نظر میرسه که تو دراز مدت این لبه‌ها یه مقدار اذیت کنه، چیزی که قبلا دیدیم. توی فضای داخلی واقعا شیک و زیباست و به ما نشون میده که این ماشین سری پرو، جای پا واقعا خوبه با شکل جدید شاسی و شیفتر برقی که باعث میشه فضای بهتری ما داشته باشه. وقتی هنوز ما داریم از پلتفرمای این سال پیش استفاده میکنیم، تغییرش میدیم و با ورود یک پلتفرم جدید مثل پلتفرم 301 ذوق زده میشیم و جلو میرفتیم، چینی ها شروع کردن به دیولوب کردن موتورهاشون، شروع کردن به تغییر شاسی هاشون، شروع کردن به بهتر شدن و هر اون چیزی که قبلا بهش میگفتیم چینیه دیگه الان داره یه ذر رنگ و بوشو از دست میده و جای شکاک هایی مثل من هم نسبت به خودروها رو داره تغییر میده. متاسفانه هنوز که داریم این کار رو صحبت میکنیم، هنوز یه بخش از کار اون واژه چینیه میاد وسط و علاوه بر اون ترکیب اون چینیه با ترکیبات داخلی مثل خدماتی که تو مونتاژ، خدماتی که تو بعد به خودروها میدن باعث میشه که یه کار خوب هم مورد
غضب قرار بگیره. پس این قسمت بیشتر میخواد توی یه چیزی رو بررسی کنه، ببینیم یه ماشینی که توی مدل ارتقا یافته و به زودی تو مدل دو دیفرنسیالش قراره تو بازار عرضه بشه، که فیلم هایی ازش تو نمایشگاه شانگهای دیدیم که این ور و اون ور میشد و این یه دونه جیپ که آخرین مدل داشت بالا میرفت و مثل گربه فرود میومد چی میتونه باشه. میخواییم در مورد تیگو 7 پرو بیشتر و بیشتر توضیح بدیم. تیگو 7 پرو رو قبلا کامل بررسی کردیم. چیزی که در مورد تیگو 7 پرو گفتیم یه فرقش با X55 پرو بود و اون فرق این فرقه که با همون موتور گیربکس و شتابگیری فوق‌العاده موقعی که 100-120 رد کنه دیگه یه حالت گهواره‌ای نخواهد داشت و قشنگ رو زمین چسبه. همینجوری که می‌بینیم توی پیچ ماشین هندلینگ خوبی داره و با تعویض لاین‌ها به کناره‌ها ماشین حرکت گهواره‌ای زیادی نداره. در مورد اکسل عقب ما توضیح دادیم، اکسل عقب این ماشین از نوع مولتی لینکه، اینجا موضوع رو قشنگ‌تر می‌کنه. توی سیستم‌های تورشن که به اصطلاح سیستم‌هایی هست که کمک روی اکسل قرار می‌گیره تقریبا، ما این موضوع رو نداریم و ماشین یه مورد هم کوبش بسیار بدی عقب داره هم عدم هندلینگ مناسبی عقبش داره که اون میتونه ما رو اذیت کنه. همونجوری که میدونی ما فنی کاریم و علاقه زیاد به این آپشن ها و اینا نداریم، اینا همیشه هست و داره دیولپ میشه. چند وقتی هم تو تارا باید یه دونه از اینا ببینیم و با اسم V5 و V10 و V8 و اینا ببریمش جلوتر. اونا مشکلی زیاد نداریم، زیاد نمیخوایم در مورد آپشن هاش صحبت کنیم، بیشتر میخوایم بحث فنی صحبت کنیم که چینی ها ازش قبلا خیلی دور بود. موتور 1500 همراه با گیربکس CVT در اصطلاح 9 سرعته این ماشین عملکرد خوبی داره. توی بررسی قبلی هم گفتیم که با فشردن پدال گاز تأخیر بسیار کمتری نسبت به مدل‌های قدیمی‌تر با گیربکس CVT آنتی که مزخرفشون داریم. مثال تیگو 5 قدیمی گیربکسشون 60000 تا 70000 تا با رانندگی مناسب با اون نکاتی که در مورد گیربکس CVT همیشه خدمتتون عرض می‌کنی رانندگی بهتری دارن و بعد از 100000 تا هم از جای ما خداحافظی می‌کردن گیربکساشون. اما توی این ماشین گیربکس های CVT 9 سرعته خوب عمل میکنه و هماهنگی بهتری با موتور 1500 توربو شارژ داره. اشکال کار یه بخشیش از اینجا شروع میشه که این ماشین 1500 توربو شارژ باعث شده که سازگاری کمتری با بنزین داخل کشور داشته باشه. به محض اینکه بنزین با رنگ قرمز بزنید که ما را مسیر خودش کرده، این ماشین ممکنه شروع به ناک زدن بکنه و کار رو برای ما سخت بکنه. مورد بعدی که داریم در موردش صحبت میکنیم یه سری تأخیرهای رسیدن به گشت‌آوره که توی گیربکس CVT میتونه طبیعی باشه و قابل رفع تا حدی. ببینیم مثلا این تأخیرهای اینجا تا بخواد بره یه مقدار دیر شتابگیری میکنه، ولی خب ذات گیربکس CVT میتونه به این شکل باشه. و تأخیر بعدی همچین جایی میخوای دور بزنیم پدال تقریبا تا نیمه فشار میره و بعد یهو یه کند صدای گیربکس CVT توی این مدل ها نسبت به مدل های قبلی بسیار بسیار کمتر شده و همینجوری که می‌بینید عدم توجه به جلو بازم هموطنان ما رو به هم فرو کرده. توی این گیربکس های CVT توی سربالایی به نکات جالبی میرسه. اولی که تو سربالایی حرکت خوبی دارن، یعنی اون ضعفی که قبلا داشتن ندارن، اما یهو به پیک گشتوار رسیدن تأخیره که یه تأخیری داره یهو میره اون زیاد دلچسب نیست، میتونست بهتر باشه. ولی اون تأخیرهایی که توی گیربکس های CVT نسل قبل داشتیم توی این نسل نمیبینیم. ما قبلا توی آریزو 5 پرو، آریزو 6 پرو و این ماشین و حالا X55 پرو هم همین گیربکس رو دیده بودیم با این دستدنده جویستیکی که دیگه تقریبا امضای کار اینا شده. ولی اینجا با کولر روشن یه مقدار ماشین خودشو میگیره و کمپرس کولر هم خودش هم مدار خارج کرد که البته حجم موتور میتونیم بگیم طبیعیه، میتونیم هم یه مقدار بد بگیم و بگیم کاش اینطوری نبود، ولی متاسفانه خوشبختانه چینی‌ها دارن خوب پیشرفت کردن. اما یه واژه اینجا به کار بردیم، بی مصرف ترین رکاب در هر ماشینی. احساس میکنیم اضافیه، احساس میکنیم آپاندیس خودروهای چینیه، باید عمل بشه در بیاد،
دندون عقلیه که باید کشیده بشه. این به درد نه افراد مسن میخوره، نه افراد جوان میخوره، نه افراد وزن بالا، نه افراد وزن پایین. انقدر من اینو میگم چون خورده تو پام و از این ناراحتم. همینجوری که میبینی با باز کردن در یه چیزی از زیر ماشین یهو بهتون حمله میکنه. ما بار اولی که این ماشین رو بررسی کردیم تو تاریکی این هی در میومد و در اومدنشو به رخ ما میکشید با کوبیدنش به پا. ولی میتونه یه آپشن خوبی باشه برای ماشینی که یه مقدار فاصله‌اش از سطح زمین بیشتره. این ماشین فاصله‌اش فاصله معقولیه. حتی سوار شدن با این ماشینم با رعایت نکات سوار شدن مشکل خاصی نخواهد داشت. اما این رکاب میتونه سورپرایزتون کنه. حتی اگه این رکاب به فرض بخوایم قابل استفاده باشه، به درد زمان شستن این بالا میخوره که مثلا بری روش بشوری. من میترسم برم بالا. درست وزن من سنگینه، ولی باید ماشینی طراحی بشه که فقط به درد چینی‌ها نخوره، به درد ایرانی‌های برنج خورم بخوره. با باز کردن درب موتور همون موتوری رو می‌بینیم که قبلا مشابهش رو توی آریزو هم دیده بودیم. اما این موتور هم از لحاظ کالیبره نرم افزاری، هم از لحاظ پیشرفت در یه سری قطعات ریز و درشت و یه قطعه خیلی درشت به اسم گیربوکس موفق بوده. این موتور نتیجه پیشرفت یه موتور موفق از نظر دوام، هرچند که باز عدم سازگاری با سوخت داخل توی این ماشین داریم، توی ماشین نسل قبلش هم داشتیم. سوخت بیکیفیت بلافاصله این موتور رو توی یه مرحله‌ای میبره که هم شتاب شاید دست میده، هم چراغ چک روشن میکنه، هم صدای قاشق چنگال مانند یا همون ناک زدن ایجاد میشه. گیربوکسی که توی این موتور قرار گرفت با این موتور مد شده، کوب شده، واقعا گیربوکس خوبیه. این 9 سرعت مجازی واقعا گیربوکس خوبیه و خوب داره روی این اتاق عمل میکنه. درسته یه مقدار تاخیر سی وی تی هم داره، اما اونقدی ضعف توش ندیدیم که بخوایم در موردش خیلی بد بگیم. یه ذره بد میگیم، سی وی تی کلا خوب نیست و عمر کمی داره. باید ببینیم توی دوام دراز مدت چی کار میکنه. این دست دنده که به صورت شیفتر برقی در اومده رو توی تمام مدل ها میبینیم، به خاطر همونم این کنسول وسط تغییر کرده. یه نکته در مورد کیفیت بگم که یه دونه از اینا بود که پنل AC شما میشم وقت اخیر قاطی کرده بود و دکمه رو که میزدی تمام برقای ماشین چپ و چول میشد و بعد از روشن شدن فصل، یعنی تو روشن کردنش تو فصل گرما به این موضوع رسیدم. با فشردن این دکمه که مخصوص دکمه ترمز کمکی توی سربالایی هست که یه همچه علامتی هم اینجا روشن میشه، همچه اتفاقی میفته. یه ماشین به حال خودش رها کنی یهو دیسکا رو درگیر میکنه، کالیپرهای برقی رو درگیر میکنه و ماشین رو سرعتش رو تقریبا حدود 10 کیلومتر نگه میداره. آپشنی بود که کمتر بهش توجه شده، گزینه خوبی میتونه باشه تو مناطقی که بهش نیازه. توی مود اسپورت عملکرد پدال و دریچه گاز توی ماشین بهتر میشه، پس مود اسپورتش رو روشن کنیم و یه مقدارم از حال و هوا و یه اسپورت این ماشین بیشتر استفاده کنیم. و جالب اینجاست، شاید به نظر من اینطوریه، این ماشین ترمزهای مناسبی نداره. یعنی الان مثلا ما بخوایم ترمز کنیم، ترمز یه ذره زیر پا حالت سفت، حالت چوبه. توی آریزو هم، خانواده آریزو هم ما اینو داشتیم، امیدوارم. بعد توی یه سری پیکاپا که اصلا ترمز نداریم، توی یه سری SUV شاسه بالا اشاره به SUV خاصی نداریم، اون که اصلا ترمز نداره. با این فشردن این دکمه شما مود اسپورت و اکونومیتون تغییر میکنه و یه جوری پشت آمپر به قرمز تغییر مثلا رنگ میده که آدمو شرمنده میکنه و منتظر میشید برای عدد اسب عجیب غریب. هرچند که توی مود اسپورت واقعا عملکردش بهتر میشه، یعنی حساسیت پدال و دریچه بیشتر میشه و از اون جداولی میخونه که مربوط به مود اسپورت این ماشینه. حتی توصیه نمیکنم همیشه رو مود اسپورت رانندگی کنی، چون هم باعث بالا رفتن مصرف میشه، هم استهلاک کلی موتورتون رو بالاتر میبره، البته تو دراز مدت. ایسکوتکا اپیزود 11. صداش خوبه؟ سیستم صوتی این ماشین البته شده آلپاین، ولی تو نمونه فابریک سیستم صوتی زیاد با کیفیتی نداره، اما توی این ماشین آلپاین و نشون از کیفیت خوبش داره. عملکرد پشت ماشین واقعا نرم‌تر از به اصطلاح مشابهشه. امیدواریم که هرچه زودتر مدل 4 چرخ متحرک دو دیفرنسیالش بیاد و یه عملکرد خوب و شاهد باشیم. اما میشد که این گیربوکس با یه گیربوکس بهتر عوض بشه، هرچند که بحث
هزینه برای اون ماشین خیلی مهمه، یعنی مثلا شاید نخواستن هزینش بالاتر بره، اما میشه دیگه گیرباکس بهتر روش باشه که دیگه قشنگ بازار رو میگیره. همینجان که این رو دست اندازه عملکرد نرمتری نسبت رقیبش X55 پرو داره، یعنی مثلا این دست اندازه هایی که ببینی قشنگ پشتش میشینه و حالتی که سواری اینا با این لاستیکا و بزرگتر بودنش یه خوشگه. توی نسل جدیدش که قراره بیاد تمام اینا یه تیکه شده و از پلاتای جدید استفاده میکنن که LCD ها یه تیکه است. توی بعد حالا توی بازار مدل دو دیفرنسیال اینا که بیاد، مدل چانگان یونیتی و اینا هم قراره عرضه بشه، یه رقابت جالبی بینشون پیش میاد. متاسفانه این رقابت هم توی بازار بین چینی هاست، نه بین روز دنیا، یعنی اینجوری بتونی. ولی خب باز تو این بازی چینی ها باز جذابه که ببینیم چه خبره. گزینه خوبی میتونه باشه براتون اگر بتونید از خدمات گارانتی استفاده کنید، اگر به قیمت خریداری کنید که حالا مثل قیمتش حالا یه مقدار رو به کاهشه، اگر بتونید که رانندگی با CVT رو به بهترین شکل انجام بدین، چون CVT نیاز به نگهداری داره و حتما نیاز به دقت داره برای استفاده، نیازی نیست یه سری کارا روش انجام بدین که بعدا توی ویدیو میگیم. و در نهایت گزینه خوبیه، عقبش جاش یه مقدار کمه که ما رو یه مقدار متعجب میکنه. عقبش جاش کمه یعنی یه مقدار سرنشین درش جسته باشه شاید اذیتش کنه. ما در نهایت حرف خودمون رو میزنیم، هر چیزی به قیمتش ارزنده میتونه باشه. این ماشین ها ماشینی نیست که بخوایم از خصوصیات فنیش بگذریم توی قیمتی که داره این ماشین. اگر بخوایم بی مصرف ترین رکاب رو توی یه ماشین قرار بدیم که ارتفاعش نیازی به رکاب نداره و کلا یه وجب باز تا زمین فاصله داره، میتونیم این رکاب رو مثال بزنیم. اگر بخوایم که بی مصرف ترین رکاب رو بین یه ماشینی مثال بزنیم که نه فورد F150 نه اون بهمن گنده است که تو خیابون همه وای میسن باش عکس میگیرنه، نه شاسی بلنده، کراس اوور شهری اصلا نیازی نداره، افراد کم سن و سال هم نیازی بهش ندارن، این رکابه. همونجوری که میبینین این رکاب با هر بار باز شدن در از هر سمت بیرون میاد و به ما نشون میده که اصلا نیازی به این کار نداره. به من گفته شد که این برای افراد مسن خوبه ولی به نظر من خوب نیست.